وقتی که خبر مرگ شمشاد به نزدیکانش رسید، آنها حیران شدند. آخر چه خیل جوان مرد سی پسیحت در بستری خوبش به یکان درد وفات میکرده است. اپای شمشاد شریفه که خیلی زنی زیرک و رموزفهم بود، مردنی او را تصادفی نپنداشته، از کارمندانی پلیس نویهشان خواهش کرد که مرگ دادری خورمرگش را دقیق بسنجند. اول دلش از ینگهش دور رفت، چون که در 3 ماه اخیر درک کرده بود که دایما میان شمشاد و ینگهش جنگ و جنجال آیلوی است. سببش زنی پنهانی دوم گرفتن دادرش بود. اما این سی را تنها شریفه می دانست، چون که شمشاد از برادرانش دیده با اپش اعتماد داشت و از او چیزی را پنهان نمی کرد. شمشاد با گلناز با انتخاب والدین آیله دار شده بود، اما صمیمی گلناز را دوست نمی داشت. این روز را تنها 3 کس، اپش، خودش و همسرش می دانستند. چون که از روز اولی خانداری شمشاد به عروس روی خوش نمی داد. اگر گلناز گپ زند با زرده می گفت که تو چی و گپ زنیت چی؟ گلناز جای نخونده بود، اما خیلی دختری با فراست و با اخلاق بود. احترامی پدر و مادر شوهر را در سطح بلند به جا می آورد، اما شمشاد او را ناز ندید و ندید. بیوده در عرفیت نمی گفتند که دلی مرد اگر از اول زن را قبول نکند، پس تا آخر همین خیل می رود. اما اگر زن دوست ندارد، بعدی تولد فرزند به شوهرش مهر می کند. شمشاد حتی بعدی تولید دختر و پسرش به همسرش محبت پیدا نکرد. در تنهایی به اپش روز دل کرده می گفت که اگر زنی به دلم نگیرم، ارمانی می میرم. اپش باشد نصیحت می کرد که این فکرت را از سرت بگیر و به خاطر کودکانت زندگی بکن. ولی قلب شمشاد دائما عشق حقیقی می جست. بالاخره او این عشق را دریافت. این عشق دوگانه شریفه بود. شریفه دوگانه داشت که در حسن و جمال و قدبانوگی همتا نداشت. نامش هم به خودش زیبنده بود. این زنی آرزوهای شمشاد لاله نام داشت. شریفه روزی با دوگانه‌اش به خبرگیری جهانهایش رفت و همونجا دادرش لاله را دیده با یک دیدن عاشق شیدا شد. لاله هم نگاه‌های تشنه او را پیخست کرده از دل گذرونید که سید نوبتی به طرهای محبتش افتاده است. می دانست که خانواده دوگانه‌اش دولتمند است و دادری او یکی از تاجران پولدار نوحیه محسوب می یابد. شمشاد شبانه به اپش زنگ زده رقم تلفن موبیلی لاله را پرسان شد. شریفه از چیزی گمان نبرده رقم تلفن او را گفته داد. شمشاد به کوچه با بهانه سیگار کشی برآمده به لاله زنگ زد. سلام لاله، این شماید؟ سلام، بله من هستم. من شمشاد. شمشاد؟ بله من هستم جونم. شما رو دیدن میخواهم. حاضر؟ بله، اگر اجازت باشد یک جای بسیر شبانه شهر برایم. خوب شده است، مایلش. به سراغه گفتگی من رسیده بیاید. تا شما آمدن من تیار میشوم. گفت لاله. لاله وقتی که از بینای استقامتی خیرامون خیرامون برآمد، شمشاد گمان کرد که پری افسانوی را دیده استوده است. از بوی عطر فرانسوی لاله درون ماشین شمشاد معطر گشت. لاله جان، کاش. چی کاش؟ گبزن دو خیر. کاش شما همسری من می بودید. آخر من از شما 5 سال کلان هستم. لاله جان، عشق سین و سال ندارد. این آنقدر مهم نیست. می فهمید؟ در این باره بدتر صحبت میکنیم. با کجا می رویم؟ با کجایی که دل شما کشد. بیاید به طربخانه شامی دوشنبه می رویم. مایلش گفتی شما شود. در طربخانه شامی دوشنبه سیخ کباب فرمایش دادند. بند دل شمشاد کشاده شد و بلالا روی راست گفت که زنش را تماما دوست نمی دارد و برای دل پزمون عشقش زنی دوم گرفتن می خواهد. حالا من چیزی گفته نمی توانم. باید ما یک دیگر را سنجیم. بعد در این باره صحبت می کنیم. مایلش لاله جان، گفتی تو شود. آن شب تا صبح آنها در طربخانه صحبت کنان نشستند. اکنون این وخوری های آنها قریب که هر شب تکرار می یافت.
Шамшод ба Лола гуфт ки дигар сабр надорад ва онҳо бояд никоҳи мусулмонӣ намоянд. Лола розӣ шуд. Шамшод пинҳонӣ мулоиро оварда Лоларо дар хонаи худаш никоҳ карда гирифт. Гулноз ҳис мекард ки шавараш шабҳо дар хонаи кадом зани хоб меравад. Аммо аз тарс ҷуръат намекард ки аз шавараш чизеро бипурсад. Вале то субҳ дар бистари холӣ мегирист. Барои бахти набудааш. Ба худ мегуфт ки инқадар мушкил будааст ки шавараш ӯро тамоман дӯст намедорад. Меҳрубонӣ намекунад. Барои Гулноз ҳатто як табассуми шавҳар мисли иде буд. Аммо аз қошу қавоқи Шамшод доимо барфу борон меборид. Шамшод ошиқи Лола буд. Зани дуюмашро чун гавҳараки чашм нигоҳубин мекард. Лола аз ишқи ӯ истифода бурда талаб мекард ки барояш хона харад. Шамшод аз маркази ноҳия барои Лола хонаи сеҳуҷрагӣ харида ба номи ӯ гузаронид. Лола аз чизеву касе камӣ надошт. Гулноз ҳам серу пур мезист. Аммо муҳтоҷи навозишу муҳаббати шавҳари бераҳм буд. Лола доимо аз ӯ талаб мекард ки шабона дар хонаи Лола бихобад. Шамшод ҳар як сухани ӯро бо ҷону дил қабул мекард. Аммо баъди огаҳӣ ёфтани он ки Гулноз боз ҳомиладор аст, Лола аз ақл қариб ки девона шавад. Бо Шамшод ҷангу ҷанҷол бардошта, даъво кард ки зани якумашро гӯяд ки кӯдакро исқоти ҳамл намояд. Аммо Шамшод инро доди худо дониста рад кард. Аз ҳамин соат сар карда, Лола бо Шамшод носозгор шуд. Бо ҳар баҳона ҷанг мекард. Ҳатто ба шавараш таъкид карда гуфт ки ё бо ман мемонӣ ё бо зани якумат. Лола, чаро инро дар вақташ нагуфтӣ? Чунки намедонистам ки ту бо дӯст намедорамат, бо савон кӯдакатро барои зани ифлосат тӯҳфа мекунӣ. Охир ӯ ҳам ҳамсар ва ҳам модари фарзандонам мебошад. Ту чаро ин қадар разил ҳастӣ, Лола? Бас аст, ман дигар бо ту зиндагӣ карда наметавонам. Ман бошам бе ту мемирам, Лола. Чунки дӯстат медорам. Агар дӯст дорӣ, аз бари зану кӯдаконат баро. Лола, наметавонам. Охир ӯ бол аст. Охир Гулноз гуноҳе надорад ки ман дӯсташ надоштаам. Дурӯғ мегӯӣ. Лола, ман айни замон шавари ту ҳастам. Баъд чӣ, зани дуюм агар зан нест, ман чӣ тавре ки дилам мехоҳад, ҳамон тавр зиндагӣ хоҳам кард. Фаҳмидӣ? Лола, ба иззати нафси ман нарас. Мерасам. Чунки бе ниҳоят рашк дорам нисбати ту. Агар ту маро дӯст дорӣ, ин фикрҳоро аз сарат ба дар мекунем. Уф! Шуд акнун! Рав аз пеши чашмонам ба назди азизакат. Боз таваллуд накунад ки ту бехабар монӣ. Лола акнун ба шери жаён табдил ёфта, бо шавараш муносибаташ мисли аввала набуд. Миёни онҳо як деви рашки сиё рахна кард. Шамшод ҳис кард ки Лола тағйир ёфта, гоҳу бесабаб аз хона ба куҷое баромада дер ба хона меояд. Дили Шамшод аз ин гумони бад бурда, аз паси ҳамсараш поида мегаштагӣ шуд. Бегоҳие ба Лола занг зада гуфт ки имшаб ба хонаи ӯ намеояд. Лола бошад, чун ҳама вақта ҷанҷол набардошта, гуфт ки боз беҳтар аст. Шамшод аз ин рафтори сарди Лола пай бурд ки таки коса ним коса ест. Барои ҳамин ба назди бинои омад ки онҷо Лола зиндагӣ мекард. Баъди ягон ним соат Лола мисли ҳамешагӣ ороставу хеле зебоу муаттар аз хона баромада ба истгоҳ омад. Дар истгоҳ мошини мӯди нави мерседес интизори Лола меистод. Шамшод аз рашк девонавор аз мошин фаромад. Аммо мошин дар як сония аз чашм нопадид гашта ба сӯи самти роҳи шаҳр равона гардид. Шамшод ба рақами телефони мобилии Лола пайҳам занг задан гирифт. Аммо Лола телефонро хомӯш кард. Шамшод акнун фаҳмид ки дар интихоби зани дуюм хато кардааст. Аммо дили омӯхтаву шайдояш аз рашк месӯхту месӯхт. Шамшод аз рашк ба ҳама кор қодир буд. То субҳ ӯ назди дари хонаи Лола истод. Лола субҳи солеҳон бо чашмони сурху варамида ба хона баргашт. Дар назди бинои истиқоматӣ мошини Шамшодро диду
از ترس در جایش کرخ شده موند. شمشاد بندی رشک خود را به پروا نشان داده به نزد لاله آمده گفت که او را سخت یاد کرده است و به دیدنش آمده است. چرا تلفنت را نبرداشتی؟ سخت خواتیر شده آمدم. شمشاد، من به خونه خواهرم رفته بودم. تینجی است؟ تینجی، کم پسرچهش بیمار شده است. آنها پسی هم به خونه وارد شدند. شمشاد در را قفل کرد و از مویهای دراز لاله کشیده داد زد. کنی اکنون بگو، با کی بودی؟ کاری تو چی است؟ داد زد لاله. من شوهر نکاهیت هستم، میفهمی؟ خیر بچی، تو که باز زن داری؟ من هم حق دارم که بغیر تو باز معشوق داشته باشم. چی گفتی؟ من تو رو میکشم. شمشاد از قهر و غضب خودش نفهمیده موند که چطور از گله لاله داشت و سخت به دیوار زیر کرده حقارتش کرد. لاله نفسش گرفته زوری کرد که او را سردید. اما شمشاد بندی رشک باز گلوی او را سختر فشرد. لاله مثل مرغ نیم بسمیل یک پتراز زد و به زمین افتاد. از این حالت یک بار شمشاد ترسید و او را از زمین برداشت. اما لاله دیگر نفس نمی کشید. شمشاد دل او را ماس کرده به دهانش آب سرد آورده ریخت. ولی لاله تماما نمی جنبید. نخود مرده باشد، از دل گذرانید شمشاد. اکنون در قلبش رشک نیو و ترس جای گرفته بود. هیچ گمان نداشت که رشکش با آدم کشی و قاتل گشتن او آورده می رساند. خدایا، نخود من او رو کشته باشم. خدا جانم، کمک کن، او رو به هوش بیارم. لالا جانی من، خودت رو مرده ننداز، التماس میکنم. لالا جان، خیز، مالش چیکاره که میکنی کن، فقط نمور. اما جسم لالا بعد ساعت سرد گشت. شمشاد بالای سر لالا تا نصف شبی آه کشیده نشست. شبانه جسد او را به قالین کلان پیچانیده به سرپوش قفای ماشینش برده گذاشت. به لب دریای کفرنیهان رسید و جسد را گریه کنان پرتافت. سپس به خانه آمده به تشناب در آمد و آبازی کرد. گلناز با شکمی دمیده نزدش آمده پرسید که گشنه است یا سیر. دف شو از پیشم، از باعثی تو شده لاله رو از دست دادم. داد زد شمشاد. این آخرین سخن بود در زندگی بی‌رحمانه او نسبت همسرش. گلناز اشک چشمانش رو تازه کرده برای شوهرش جوگه انداخت. شمشاد اشاره کرد که او تنها خوابیدن می خواهد. شمشاد پیش از بخونه برگشتن از داروخانه رفته یک قوطی داروی خوب‌آور خرید و همه آن را با یک چاینیک چای فرو برد. سپس به جوگه مرگ در اومده از خداوند زاری و تولو کرده به خواب شیرین فرو رفت. شریفه اول گمان کرد که دادرش را شاید گلناز یا لاله زهر داده کشته باشند. اما بعد گم شدن لاله درک کرد که اینجا دیگر گپ است. برادران خواستند که جسد شمشاد را از نو از گور برآورده مورد تحقیق اکسپرتیز قرار دهند. اما نامه نوشته شمشاد صدی روی آنها گشت. شمشاد شب خودکشیش در تک بالشتش نامه پنهان کرده بود. در نامه نوشته بود: با مرگ من کسی گناهگار نیست. بجز آن که از رشک رفته در خونهش لاله را کشتم. همسایه نزدیک لاله به شریفه نقل کرد که همون شب ماشین شمشاد را دیده است که تا صبح نزد بینای استقامتی انتظار استاده است. شریفه با کودکان صغیر مانده دادر مهربانش نگریسته اشک ریزان می گفت: آه عشق خانه سوز، خانه دادرم را سوختی.